سلام سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن آفتابی با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت پیش رو در نیمه نخست برنامه همراه با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، مرور میکنیم، نگاهی خواهیم داشت بر عرصه اقتصادی ایران، آنچه که در عرصه داخلی ایران مرتبط با سفره مردم ایران است و آنچه که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. پیامدهای مذاکرات تاکنون انجام شده میان جمهوری اسلامی و 5+1 درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و پیامدهای قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و همچنین نگاهی خواهیم انداخت بر کمبود آب آشامیدنی در پایتخت ایران، تهران و دیگر شهرهای کشور. همراه شما خواهیم بود و همراه آقای رضا تقی‌زاده در استودیو، این بار در استکهلم. تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام از استکهلم سرد و بارانی زمستان طبیعی در این شهر زیبا به واشنگتن آفتابی که به حال از داشتن طبیعت یک شهر زیبا هیچ چیز کم ندارد. واشنگتن با همه آفتابی بودنش هم بسیار سرده. ما بختیاری ها خب وقتی که به قشلاق می رفتیم در مواقع سرد به مناطق گرمسیر می رفتیم. این که شما از انگلستان به استکهلم سردتر رفتین حتما حکمتی هست درش. بدون تردید ما هم همراه آفتاب، گاهی همراه برف و باران به دنبال کار روزانه هستیم. موفق باشین در هر زمینه ای که هست. و اما کار روزانه، کار شبانه روزی مردم ایران کلنجار رفتن و چالش هست با سفره‌ای که روز به روز خالی تر میشه. پیامدهای مذاکرات شاید آقای چالنگی ادهی بر این باور بودن یا از طریق حاکمیت امروز ایران به این باور رسیدن که تلاش‌های سیاسی که انجام میگیره در ارتباط با پرونده اتمی ایران در صورت قرار گرفتن در یک مسیر متقابل رسیدن به نتیجه‌ای که انتظار اونها هست، وضعیت اقتصادی اونها رو، وضعیت معیشتی اونها رو تغییر خواهد داد. ولی این یک باور نابجاست، یک باور غلطه و بدون تردید حتی در صورت رسیدن به نوعی از توافق در پایتخت اتریش امکان تغییر وضعی در زندگی مردم، تغییر مثبت معیشتی اونها بسیار بسیار دور از واقع خواهد بود. حتی در صورت رسیدن به توافق حداقل زمانی که شاید مردم ایران بایستی انتظار نتایج لمسی از توافق کنونی داشته باشن در 3-4-5 سال آینده است، در حالی که انتظارات اونها همچنان باقی است و شاید به نوعی رو به افزایش. خب ببینین، همین الان 40 سناتور آمریکایی آمدند و نامه نوشتن به پرزیدنت اوباما دوباره که تمام سناتورهای جمهوری خواهی که شما باید تمدید نکنید این مذاکراتو، سختتر بگیرین در مورد تحریم ها. بسیار تأسف انگیزه، یعنی افزایش تحریم ها فشار بیشتر بر سفره مردم هست.
بر زندگی روزمره مردم هست. واقعا این وسط چه کسی مسئوله؟ کج اخلاقی های به قول در تهران گفته میشه بد اخلاقی میکنن غربی ها، بد اخلاقی غربی ها سیاست های تهران هست، کی مسئول این وضعیته؟ شما خوب بیاد دارید آقای چارلنگی، دو سال پیش یا کمتر از دو سال پیش که انتخابات رئیس جمهوری بود و بعد آقای روحانی به قدرت رسید، در اجرای وعده های انتخاباتیش عبور از بحران اقتصادی کنونی رو در گرو گشودن بنبست اتمی ایران قرار داد. اینکه اگر ما با جامعه جهانی به تعامل برسیم، امکان تبدیل شدن به یک کشور متعارفی با مناسبات متعارفی فراهمه، تجارت خارجی ما عادی میشه، تحریم ها رو بر میدارن، صادرات نفت ما رو به بالا خواهد رفت و مجموعه این نویدها که دولت روحانی در اختیار مردم میگذاشت ضمن ایجاد نوعی انتظار در افکار عمومی نمودار تفکری بود که پشت این طرح برای رسیدن به سازش با جامعه جهانی نهفته بود. ولی در پشت دیگر این برنامه پنهانکاری هایی بود که جمهوری اسلامی انجام میداد. جامعه جهانی اگر میخواست با جمهوری اسلامی به توافق برسه، باید اطمینان خاطر پیدا میکرد که این توافق یک ماندگاره، دو طرح پنهانی دیگری برای رسیدن به هدفهایی که پیشتر جمهوری اسلامی تعقیب میکرده وجود نداره. در حالی که پیش از رسیدن، حتی پیش از رسیدن به این اطمینان خاطر نزد جامعه جهانی، جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی تحت تأثیر عوامل دیگر درون حاکمیت موانع عبور از مذاکرات و رسیدن به توافق رو بالاتر بود. همین دو ماه قبل بود که آقای علی خامنه‌ای با اعلام نیاز ایران به 190 هزار سو واحد جدا کننده اورانیوم گفت که ما نیاز به داشتن 100 تا 120 هزار سانتریفیوژ داریم. خب وقتی که جامعه جهانی حتی با جمهوری اسلامی در مورد رسیدن به 10,000 سانتریفیوژ دارای مشکلات جدی هست، چطور میشد این مانع بسیار بسیار بلندتر رو ازش عبور کرد؟ و در کنار بالا بردن این مانع، بقیه زمینه‌های مورد اختلاف هم از طرف ایران تقویت شد، در حالی که جامعه جهانی واقعا شرط تازی برای ایران قرار نداده بود. اونها میخواستند خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی رو خونسا بکنن، راه بازگشت جمهوری اسلامی به وضعیت گذشته را مسدود بکنن، و تا به حال اونها لااقل به تعهداتشون باقی ماندن بدون تغییر. دولت جمهوری اسلامی هم تا حدود زیادی به تعهداتی که در نتیجه توافق موقت کرده بود پایبند مونده، ولی نهایی کردن این توافق نیاز به برآوردن خواسته های دو طرف داره، در حالی که جو سیاسی در واشنگتن تغییر کرده و در داخل به نظر من آقای روحانی تا حدودی نفوذ و وزن گذشته خودش را از دست داده و در نقطه مقابل اصولگرایانی که مخالف او هستند تا حدی میدان بیشتری گرفتند. خب آقای روحانی رو دیدیم در روزهای اخیر که در واقع دولت رو تبدیل کرده بود به همون تکیه دولت در زمان قاجار، روزخانی در هیئت دولت که تصاویرش رو همزمان با صحبتهای من بینندگان میبینن و گریستن، یا عرض کنم تظاهر به گریستن در روزخانی رئیس دولت. تکیه دولت در زمان قاجار معروف بود که مراسم محرم در اونجا عاشورا برگزار میشد ده روز اول محرم. حالا ظاهرا به نظر میرسه در دولت روحانی مجددا تجدید شده تکیه دولت. اما آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید، بدون رو درواسی خیلی این مسئله رو مطرح میکنن که میگن غرب سالهاست خودشو معطل این کرده که خطر ایران عبارت از اینه که به بمب اتمی دست پیدا کنه. واقعا چه خطری خواهد داشت اگر چنین هست؟ اشاره میکنن این افراد به پاکستان، میگن صاحب بمب اتم هست، پاکستان هم کم گروه های تروریست نداره، یعنی به نحوی تروریست، کشور تروریست پروری است. و اون طرفتر اشاره میکنم به اسرائیل، حالا اسرائیل یک کشور دموکرات هر چی که هست، یا هند، یعنی ایران هم خیلی ها گفتن این حرف، تو همین آمریکا خیلی ها بعض میگن، یعنی بعضی ها که یکی دو بمب هم اگر داشته باشه خب چه اشکال داره، چه خطری؟
بخشی از این استدلال آقای چالنگی شاید درسته، ولی بخش دیگرش رو باید تحلیل بیشتری کرد. شما منطقه رو وقتی به وضع موجودش نگاه میکنید، در بخش‌های متعدد یک توازن قدرت رو شاهد هستید. اگر پاکستان به دنبال بمب اتمی میره، برای اینکه دفاع پذیری خودش رو در مقابل هند افزایش بده، همین جنبندی رو هند در مقابل چین داشته و چین به نوعی در مقابل اتحاد شوروی سابق داشته، بلوک غرب در مقابل بلوک شرق داشته، با این استثناء که وقتی ما اسرائیل رو با ادعای ذخیره داشتن 200 بمب اتمی در یک سو قرار میدیم، درسته در سوی دیگر این موازنه بمب اتمی دیگری نیست، ولی ما نزدیک به 200 میلیون جمعیت عرب رو میبینیم که اسرائیل برای حفظ توازن قدرت در قبال جمعیت بالاتر توسل به یک وسیله کشتار جمعی رو ملاک حفظ تعادل قدرت قرار میده. ولی در وضع موجود اگر جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتمی بشه و یا حداقل ظرفیت داشتن بمب اتمی، کشوری که خودش در رقابت با جمهوری اسلامی میبینه یعنی عربستان سعودی، احساس نیاز خواهد کرد به دنبال وسیله مشابه بره. مصری ها همین هدف رو تحقیق خواهند کرد. ترکیه در همسایگی ایران احتمالاً علاقمند به پیگیری این موضوع خواهد شد. بنابراین ما شاهد یک رقابت بدون دلیل تسلیحات اتمی در منطقه هستیم و اسرائیل هم توازنی که در مقابل جمعیت اکثریت مسلمان منطقه حفظ کرده بود با توسل به بمب اتمی، با تجهیز ایران به بمب اتمی و شروع یک مسابقه اتمی تازه در منطقه از دست رفته میبینه. اینها عواملی است که آمریکا به اونها نگاه میکنه و در جهت حمایت صلح جهانی یا ادعای حمایت از صلح جهانی و در عمل پشتیبانی از شرکای منطقیش مخالف توسل ایران به بمب اتمی است. و متاسفانه از دید جمهوری اسلامی، حتی اتحاد شوروی سابق که حالا میراثدارش روسیه هستم، ایران اتمی رو نمیپسنده و نمیپذیره. خب ببینید، این منطقی است برای خودش، اما هم پاسخ این منطق رو اگر تهران جای دیگه بیاد بگه خیلی خوبه، بیاید و همه رو جمع کنید، یعنی در منطقه پاکستان، اسرائیل، بقیه رو، برای اینکه خواهند گفت درسته، برای ما برای مقابله با تهدید اسرائیل، تهدید آمریکا و جای دیگه دلمون میخواد یکی دو تا بمب اتمی داشته باشیم، توازن برقرار بشه. پاکستان که داشت، ما هم تحریک شدیم، حالا بگیرم که به دلیل تربیت فقاهتی دیرتر تحریک شدیم، آمدیم صاحب بمب اتمی میخوایم، یا ما هم داشته باشیم یا بقیه هم همه رو جمع کنیم. چطور عربستان که مثلا کشورهای دیگه میگن ایران داره، ما میخوایم داشته باشیم؟ اگه حکومت ایران چون این حرفی بزنه که زده، چه خواهید گفت؟ این استدلال دیگری است که مطرح موجوده و میشه پیرامونش بحث کرد، ولی در مقایسه حتی با پاکستان، دولتی که در اسلام آباد حاکم هست دولت متعارفی است از دید دنیای خارج. با دولت اسلام آباد جهان خارج، جامعه جهانی چالش کمتری داره تا با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یکی از دو پای رقابت مذهبی در منطقه است. جمهوری اسلامی علاقمند به صدور تفکر انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی در سوریه، در لبنان، در عراق حضور نظامی داره. جمهوری اسلامی یک حاکمیت متعارفی نیست. جمهوری اسلامی یک حاکمیت ضد غربه و غرب رو به عنوان دشمن معرفی میکنه، بخصوص آمریکا رو، و نابودی اسرائیل رو در شعارهای خودش مطرح میکنه. این شعارها و این برخورد با مسائل منطقه‌ای باعث میشه که تسلیح جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی اقدامی ترسیم بشه ازش که در مقابل بقیه کشورها من جمله ترکیه یا عربستان سعودی وجود خارجی نخواهد داشت. این هویت و ماهیت جمهوری اسلامی است که این حساسیت رو ایجاد کرده. بله. خب ببینید، خیلی باز بر این باور هستن که در حکومت ایران، یعنی تحلیلایی که دارن این هستش، حکومت ایران جناهای مختلف با منافع مختلف و به اصطلاح عقاید مختلف، بعضی ها منافع اقتصادی، بعضی ها برداشت های مختلف از اون چی که حکومت فقیه نامیده میشه، و به هر حال این جناها باعث شده که تصمیم گیری نهایی برای
جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی مشکل بشه. یعنی کسی نیست در جمهوری اسلامی، حتی خود خامنه ای که حرف اول آخر رو بزنه مثل خمینی. یه نوع تشتت، یه نوع موزاییک قدرت در تهران که هر کسی سهمی داره و به نوع به سهم خودش دخالت داره، از خود خامنه ای گرفته وزارت خارجه، جناح رفسنجانی، جناهای مختلف تا حسینیه، هیئت عزادارانه مسجد نارمک هم میتونن رو سیاست خارجی اثر بذارن. تفسیر شما رو میشتم. یکی از علل شکست مذاکره. حق با شماست. متاسفانه از دید جمهوری اسلامی نکته ای که شما به اون اشاره میکنید یکی از بازدارنده هایی است که دولت به عنوان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی باش روبروست و از موانعی است که در مقابل مذاکرات اتمی قرار گرفته. جامعه جهانی اگر با دولت روحانی به نوعی از توافق دست پیدا بکنه، یکی از ضمانت هایی که نیاز داره طلب میکنه این است که آیا این توافق قابلیت اجرا داره، یک دو اینکه دوامدار خواهد بود. وقتی به تاریخچه گفتگوهای قبلی با حاکمیت جمهوری اسلامی رجوع میکنن، ما نمونه سال 2003 رو داریم که همین آقای روحانی با سه قدرت اروپایی به نوعی از توافق در صدرآباد دست پیدا کرد، ولی در سال 2005 که دولت دست به دست شد، حاکمیت جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی رو در پیش گرفت و ما دیدیم که همه توافق‌های صورت گرفته عملا تعلیق به محال شد اجراش. در این وضعیت جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کرده که جامعه جهانی فقط نمیتونه به فتوای آقای خامنه‌ای یا قول‌های زبانی آقای روحانی و یا تعهدات کتبی اونها به اونها اعتبار بده و به اون باور بکنه. اونها میخوان واقعا مسیر بازگشت جمهوری اسلامی به شرایط گذشته عملا بسته بشه و چون این نیاز به بازرسی های نزدیکتر، بازبینی های بیشتر، تعهدات محکمتر و به خصوص از بین بردن این امکانات داره در داخل کشور، جمهوری اسلامی تن دادن به اون رو مشکل میبینه و این باور رو ایجاد کرده آقای چالنگی که جمهوری اسلامی در واقع در درون حاکمیت علاقمند به واگذاری این ظرفیت نیست، فقط به دنبال یک مجال میگرده تا بحران اقتصادی کنونی خودش رو جبران بکنه و دو سه سال بعد حداقل توافق در درون حاکمیت این بوده که ما به وضعیت گذشته برگردیم. اون چی که مسلم هست آقای تقی‌زاده، وضعیت موجود آیا به نفع مردم ایران هست؟ به نفع سفره مردم ایران هست؟ این تحریم ها و این نامه ای که 40 سناتور، یعنی در واقع بیش از 40 سناتور نوشتن برای اوباما و پیامدهاش، آیا این وضعیت انزوای مردم ایران، انزوای ایران به نحوی از نظر اقتصادی در چنبره تحریم به سود مردم ایرانه؟ اگر توافقی صورت بگیره که بدون تردید توافق جامع نخواهد بود، توافق کلی خواهد بود به عنوان توجیه وضع موجود برای 2 تا 4 ماه آینده و پیدا کردن فرصت برای انجام مذاکرات بیشتر و جستجو در جهت یافتن راه حل برای رسیدن به توافق جامع، اگر این صورت بگیره میتونه به نوعی مسیر جمهوری اسلامی رو برای تبدیل شدن به دولت متعارفی هموار بکنه. جمهوری اسلامی هنوز در این توهم دولت انقلابی حرکت میکنه، هنوز در درون حاکمیت ادعی این حاکمیت رو قطعا حاکمیت انقلابی و در نهایت غیر متعارفی میبینن. ایران بخشی از جامعه جهانی به حساب نمیاد، به عنوان یک چالش در جامعه جهانی مطرحه، ولی اگر توافق صورت نگیره بدون تردید وضع موجود در ایران تثبیت خواهد شد. دولت روحانی از وضعیت امروز حتی بضاعت تاثیرگذاری کمتری بر تصمیمات حاکمیت خواهد داشت و اونچه که یقیناً برای مردم تأمین نخواهد شد وضع معیشتی بهتری است. ولی همینجا اجازه بدید من نظر خودم رو با شما شریک بشم آقای چالنگی، که این مذاکرات در صورتی که به نتیجه حتی کلی برسه یقیناً هم برای آقای اوباما مشکلات بیشتر ایجاد خواهد کرد و اون رو ضعیف‌تر خواهد کرد. نتیجه کلی یعنی چی؟ ببخشید، قبل از اینکه برای اوباما مشکل ایجاد کنه، نتیجه کلی یعنی؟ من تصورم این است که نتیجه کلی زمانی به دست خواهد اومد
که دولت آمریکا بتونه امتیازاتی بیشتر از اون چیزی که در چارچوب توافق کلی به جمهوری اسلامی داده به اونها واگذار بکنه. این امتیازات یقینا مقاومت بیشتر کنگره رو به دنبال خواهد داشت، جمهوری خواهانی که حالا در کنگره اکثریت رو دارن و آماده میشن برای اشغال کاخ سفید در 2 سال آینده. اونها از هر فرصتی برای متهم کردن اوباما به سازشکاری در مقابل جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد و آقای اوباما ناگزیر خواهد شد هزینه سیاسی سنگینی در مقابل دادن امتیازهای اضافی به جمهوری اسلامی در سیاست داخلی آمریکا بپردازد. جمهوری اسلامی هم با توجه به اینکه این مانع رو برای پریدن خیلی خیلی بالا برده، یقینا اگر بخواد به نوعی از توافق با آمریکا دست پیدا بکنه، یک توافقی رو امضا بکنه که صادرات نفتش به صفر نرسه، وضعیت تجارت خارجیش از این که هست بدتر نشه، رشد تورم که تثبیت شده دوباره به حالت اولیه برنگرده، مجبور از موازنه خودش کوتاه بیاد و این دولتی که از موازنه خودش کوتاه میاد. وقتی که کوتاه میاد هم حرف آقای خامنه ای در افکار عمومی نقض شده، چیزی که به عنوان به حال رهبر جمهوری اسلامی گفته، و هم دولت روحانی در مقابل اصولگرایان نظامیان که انتظار بیشتری از این مذاکرات دارن یقینا ناگزیر از توجیه این به اصطلاح مفاد قرارداد خواهد شد. از طرفی مجموعه حاکمیت یعنی دولت اصولگرایان حاکمیت آقای خامنه ای به مردم بدهکار میشن برای اینکه امضای توافق کلی هم زندگی معیشتی مردم رو به صورت فوتی حتی در 1 سال و 2 سال هم تغییر نخواهد داد. مردم توجه نمی کنند که رسیدن به توافق کلی فقط روند رکود رو سرعتش کاهش میده، به بهبود اقتصادی نمی انجامه، در حالی که عدم امضای توافق این سرعت رو افزایش خواهد داد. انتظارات بازار برآورده نمیشه و در نتیجه بیکاری افزایش خواهد یافت، تولید کاهش خواهد یافت و اقتصاد دلالی دوباره مد روز بازار خواهد شد. مردم به جای نگه داشتن در بانک دنبال ارز خارجی و خریدن سکه و طلا خواهد رفت. من این نکته رو همینجا بگم که این چالش یا این رو در روی کنگره و پرزیدنت اوباما عملا پیش از دور جدید کنگره آغاز شده. برای بینندگان اشاره کنم که همین امشب به وقت واشنگتن قرار پرزیدنت اوباما یک سخنرانی بکنه و طی این سخنرانی از قدرت ویژه اختیارات ویژه خودش استفاده بکنه و آنچه را که شبیه حکم حکومتی میشه تلقیش کرد صادر کنه درباره مسئله مهاجرت و مهاجرین غیر قانونی. این در برای پیش از آمدن دور جدید است. اوباما ترجیح داده که زودتر این کار انجام بده و به اون بنبست تصویب کنگره نرسه. خیلی از همین الان شروع کردن که این اقدام پرزیدنت اوباما خلاف قانون اساسی آمریکاست و انتقادات فزاینده‌ای در جریان هست. در همین ساعت تمام تلویزیون‌های شبکه‌های عمده آمریکا مشغول همین موضوع هستن که ساعت دیگه در شب اوباما، پرزیدنت اوباما سخنرانی خواهد کرد. و اما آقای طرزاده عزیز، از انتقادهایی که متوجه پرزیدنت اوباما هست اینه که این داستان برنامه اتمی جمهوری اسلامی سپری شده یا پوششی شده برای اینکه نقض حقوق بشر در ایران رو پیگیری نکنه. این رو چطور ارزیابی میکنه؟ بدون تردید شاید آقای اوباما به راحتی بتونه، یا اگر به راحتی نه حداقل قادر باشه در مورد مهاجرت از حکم اجرایی رئیس دولت استفاده بکنه و نقض بکنه تصمیمات کنگره رو. ولی در مورد ایران با توجه به جبی که در افکار عمومی مردم آمریکا وجود داره، نقض کردن تصمیمات کنگره بخصوص اگر چیزی نزدیک به رقمی است که به اون به رقم معجزه آسا نسبت میدن، یعنی داشتن 60 نماینده یا 57 یا 58 نماینده، حتی زیر شماری که کنگره رو قادر میکنه از مسئولیت وتوی رئیس دولت برخوردار باشه، گذراندن چنین تصمیماتی و یا نقض اون توسط دولت برای آقای اوباما بسیار بسیار پرهزینه خواهد بود. این به آسانی صدور حکم در مورد مهاجرین یا در مورد بیمه های اجتماعی نیست. ما صحبت دولتی می‌کنیم که نزد افکار عمومی مردم آمریکا
از منفورترینه و به عنوان عامل تروریسم از اون یاد میشه. و همینطور که شما به درستی از اون یاد کردید، مسئله رعایت حقوق بشر حساسیتی است که جامعه جهانی به اون علاقه نشون میده و نقض این رو از دولت آقای اوباما به عنوان یکی از مشکلات این مذاکرات میبینه. به نظر من این شانه اسفندیار مذاکرات یا پاشنه آشیلی است که آقای اوباما برای خودش تراشیده و در طول مذاکرات مطلقا مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو با بی‌اعتنایی باش برخورد کرده، در حالی که در صورت رسیدن به نوعی از توافق این سوالات در کنگره آمریکا، در افکار عمومی و در رسانه‌های نوشتاری، چاپی و تلویزیونی یقینا مطرح خواهد شد. آقای تخت‌زاده، یک سوال در حاشیه برنامه اتمی این پرسش که آلودگی آب تهران، نارسایی آب آشامیدنی برای مردم پایتخت و بسیار دیگه بسیاری از شهرهای مهم ایران، این چه ارتباطی های با تحریم ها داره یا عدم مدیریت کمبود آب در ایران داره چه هست؟ مدیریت آب ضعفی که داره در ایران ناشی از چی هست که مردم در همین ماه محرم در کمتر از یک کیلومتری تکیه دولت یا روحانی مشغول روزخانی بود و اینها مردم بیا بودن، آب آشامیدنی نداشتن، آلوده بودن؟ بدون تردید آقای چالنگی، این دانیست طبیعتا من متخصص تقسیم آب یا استراتژی توزیع آب نیستم، این رو کارشناسایی که در این مورد صاحب علم و تجربه هستن باید توضیح بدن، ولی مسائل ساده توزیع و مصرف آب در مملکت ما به خصوص که کشور خشک سالی است نیاز به دانش موشکی به قول فرنگی ها نداره. ما میدونیم که دولت جمهوری اسلامی در طول 35 سال گذشته نسبت به این موضوع بی‌اعتنایی مطلق کرده. ما دارای منابع کافی آب در شمال جنوب هستیم، در حالی که یک واحد شیرین کننده یا آب کافی و کارآمد در مملکت وجود نداره. حالا که میبینیم عربستان سعودی یک شنزار رو تبدیل به زمین‌های چمن گسترده کرده برای بازی گلف و آبی که در ریاض مصرف میکنن از فاصله 450 کیلومتری خلیج فارس به اونجا میبرن. جمهوری اسلامی در مورد تأمین منابع آب کوتاهی بسیاری کرده و حالا باید پاسخگوی این انتظارات و نیازها باشه. این بخشی از مشکلی است که دیکتاتوری ها ایجاد میکنن. همیشه دیکتاتوری ها متهم به نابود کردن محیط زیستن و این سابقه رو ما در اتحاد جماهیر شوروی داشتیم تا وضعیت امروزی که در حاشیه مملکت ما میگذره. خوشسالی که نماد برجسته اون خوش شدن دریاچه رضایی است و یا بی آب شدن زایندرود یا زندرود و بقیه تالاب هایی که ما در سراسر ایران داشتیم و امروز مسئله کم آبی یکی از بازتاب های بیتوجهی 35 ساله جمهوری اسلامی است و آلودگی اون در کنار آلودگی های دیگر محیط زیست یکی از معضلات مردم ایران به شمار میره. این جای نگرانی خاصه که چرا باید ایران تنها کشوری باشه در دنیا که سالانه نزدیک به 20% تعداد مبتلایان به بیماری های سرطانی اون افزایش پیدا میکنه. چرا باید ایران در رأس رکورددارهای دنیا فقط رکوردهای تخریبی رو صاحب باشه؟ ما همین چند روز قبل این پدیده آقای مرتضی رو شاهد بودیم، خواننده پاپی که جونش از دست داد، یا فوتبالیست به اسم آقای مظلومی که باز در بیمارستان جونش از دست داد و مسئول مبارزه با بیماری سرطان آمد در حضور مردم گفت که ما 400 هزار بیمار سرطانی داریم و هر ساله 90 تا 100 هزار نفر به این شمار افسوده میشن و نزدیک به 50 هزار نفر در ایران جان خودشون از دست میدن. شما سالانه به این رقم 400 هزار 100 هزار اضافه کنید و ببینید در فاصله چند سال آینده، یعنی 5 سال و نیم، 10% از مردم شهر تهران در نتیجه مبتلا به ابتلا به بیماری سرطان میمیرن و شمار مبتلایان به سرطان قادر به رقابت با کسانی خواهد بود که مبتلا به اعتیاد هستند، مبتلا به فحشا هستند، زیر خط فقر زندگی میکنن. در کدام زمینه است که جمهوری اسلامی رکوردهای دنیا رو در جهت تخریبی نشکسته و آب امروز یکی از نمادهای تخریب محیط زیست ماست؟ بله، خب مسئول محیط زیست تروریست سابق، معصومه ابتکار، کسی که همراه دیگر دانشجویان خط امام دیپلومات های آمریکایی در تهران رو به گروگان گرفت، سالهاست مسئول محیط زیست است، وزیر معاون
رئیس جمهور سمت های مختلفی با پاداش اقدام تروریستش همچنان که بقیه. آقای زرخامی نیست پاداش اقدام تروریستیش در جریان گروگانگیری رو ریاست تلویزیون و اول جای دیگه گرن و بقیه تروریست هایی که این ورون ورد سمت وزیر و وکیل پیدا کردن. به هر حال غلام حسین مظلومی فوتبالیست ملی ایران بازی کنه تیم تاج استقلال بعدها و تیم های شهباز زاده آبادان در گذشت. تسلیت به خانواده او، فوتبال دوستان و همه کسانی که به ورزش ایران علاقمند هستند و در عین حال خواستار فضای سالم در ورزش ایران و هوایی سالم برای تنفس هستن. آقای طرزاد، برگردیم به حقوق بشر. قطعنامه سازمان ملل در اون نقض حقوق بشر در ایران چه پیامدهایی در عرصه بین المللی به نفع مردم ایران خواهد داشت؟ یقینا بایستی این موضوع جدی گرفته بشه. جمهوری اسلامی از نظر من آسیب پذیرتر از اون است که اصولگرایان و نظامی ها و عوامل امنیتی باور میکنند. جمهوری اسلامی امروز قادر نیست به سر قنچه قوامی همون بلایی رو بیاره که به سر خانم کاظمی آورد و این نتیجه اعمال فشارهای جوامع بین‌المللی و در درجه نخست سازمان ملل متحده. فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشر باید به تشدید این فشارها کمک بکنند و با بازگو کردن فجایعی که در جمهوری اسلامی رخ میده چهره واقعی جمهوری اسلامی رو به جهان معرفی بکنند. به نظر من صدور این قطعنامه ها همراه با فشارهایی که فعالین حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی و عملکرد اون وارد میکنن کمک خواهد کرد حداقل به بدتر نشدن رژیمی که بسیاری در داخل کشور اون رو خیلی متفاوت با حکومت داعش در موسر نمیبینن. سپاسگزار هستیم آقای طرزاده عزیز، با سپاس بسیار و با این امید که در برنامه آینده شما رو داشته باشیم و سعی و سالم به انگلستان بازگرد. با سپاس. وقت به شما خوش، تا فرصت گفتگوی دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو. در ادامه برنامه آقای منصور حسانلو با من و شما خواهند بود، فعال کارگری و سندیکایی. میپردازیم با آخرین خبرها در عرصه کارگری در ایران. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای منصور حسانلو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. سلام به شما آقای حسانلوی عزیز. سلام به شما و بینندگان و همکاران گرامی. خبرها طبق معمول چندان خوشحال کننده نیست در عرصه کارگری. پیش از هر چیز وکیل کارگران رو دوباره به زندان خواستند آقای تفارو. چرا؟ بله متاسفانه این سیر سرکوبگری و به خصوص بر علیه کارگرها و نمایندگان اونا و وکلای اونا نه تنها کند نشده بلکه هر روز داره بدتر هم میشه. این خبر جدید که آقای حسن تفاح که 85 سال سن دارن در زندان طی این سالهایی که بودن دچار بیماری سرطان خون شدن و همکنون نیز دوباره سه روز پیش به زندانشون رو بازگردوندن، فکر میکنم به دلیل از این نمایندگان کارگری که بیرون از زندان باشن خود به خود مورد توجه و محبت و مرکز تجمعی خواهند شد که به تدریج کارگرها و مردم آزادی خواه که اونها رو بیشتر میشناسن گرد اونها فرا خواهند اومد. فکر میکنم دلیل اصلی این است که حسن تفاح به زندان باز میگردونن تا در زندان اون رو بکشن مثل زندانی های دیگه‌ای که حق طلبی کردن، چرا که دانش، آگاهی، فراست و اون استعدادی که ایشون میتونه داشته باشه در بیان حقایق مثل خاری در چشم حکومت هست و متاسفیم که یک پیرمرد 85 ساله رو به زندان باز میگردونن فقط به خاطر دفاع از حقوق طبقه کارگر و محرومین جامعه، اون هم با داشتن بیماری سرطان خون که متاسفانه ایشون رو به بند 12 یعنی همون سالون 12 رجای شهرم برگردوندن
دارو و لباس های خودش هم نذاشتن ببره و الان با این بیماری خطرناک از داشتن داروهای مربوط به سرطان خونش هم محروم هست در سالن 12 زندان رجایی شهر. بله خب این سنتی شده در جمهوری اسلامی که وکیلان دادگستری همه یک دور باید حداقل یک بار به زندان برن، بیشترین تعداد زندانی رو داره از بابت وکیل دادگستری. هم در همین زمینه از زندانیان سیاسی چه خبر آقای حسانلوی عزیز با توجه به انتشار قطعنامه جدید سازمان ملل؟ همونطور که خودتونم میدونید هفته گذشتم یه اشاره ما داشتیم در رابطه با زندانی های سیاسی ایران. نه تنها تعداد زندانی های سیاسی کمتر نشده، بلکه الان به هر بهانه متاسفانه ما میبینیم که دارن زندانی ها رو بیشتر میکنن. مثلا کسانی که بیان از طرف حکومت اسید بر صورت زن و بچه های مردم میپاشن اونها دستگیر نمیشن، ولی تعداد زیادی در شهر مشهد که در اعتراض به اسید پاشی ها اومده بودن دستگیر شدن، تعداد زیادی در شهر اصفهان که خبرهای این دستگیری ها تازه داره بیرون میاد، علاوه بر اون جوانانی که فعالیت های بسیار ساده مدنی و سیاسی و بشری داشتن و اینها فقط تنها کارشون بوده مثلا میرفتن به خانواده های زندانی ها سر میزدن، از جمله آقای آرش صادقی و سعید شیرزاد که من از این فرصت میخوام استفاده کنم این یک صفحه فیسبوکی به نام کمپین آزادی فرزندان ایران رو دوستان این جوانان راه اندازی کردن در داخل و خارج کشور برای آزادی این عزیزان ما، این جوانان زندانی که الان شدن زندانی سیاسی و بعضیشون الان نزدیک 90 روز است در زندان هستن و هیچ ملاقاتی هم به اینها داده نشده. آرش صادقی رو بالاخره بعد از این مدت خانوادهش تونستن دو سه روز پیش ببیننش، نزدیک 10 کیلو وزنش کم شده بود و حالا اگه تصویرش هم داشته باشه از روی همین سایت کمپین، مقایسه تصویر صورت آرش صادقی قبل از این زندان و الان نشون میده چه بر روز این جوانان عزیز ما دارن میارن. و فقط این عزیزان ما نیستن که در تهران این دستگیری ها رو میشه، گزارش های زیادی داریم از شهرهای مختلف که متاسفانه بسیاری از زندانی های گمنام در زندان ها هستن و به اتهام نجس بودن مثلا به عنوان بهایی بودن، مثل آقای عدنان رحمان پنا و شاهین لاهوتی در شیراز که رئیس دادگاه انقلاب شیراز به اینا میگه شما مسلمان نیستید، نجس هستید و این کلماتی است که دقیقا به این شهروندان بهایی گفته شده در زندان های شیراز. اصلا ما اگه بخوام یک گزارش از زندان ها بدیم واقعا در یک برنامه دو بله متاسفانه من میکنم به اسامی فقط بعضی از این دوستان که حالا خبراش کمی منتشر میشه که حداقل مردم بدونن فقط اون زندانی هایی که ما قبلا صحبت میکردیم نیست و هر روز داره بر تعداد این زندانی ها اضافه میشه متاسفانه. خب آقای حسانلو در همین فضا هست که خبرهای گوشه و کنار شنیده میشه که اشاره دارن به اعتصاب احتمالی یا تهدید به اعتصاب در ایران خودرو، ایران ناسیونال پیش از انقلاب. بله سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک که بخش از کارگرانی که اونجا کار میکنن در ارتباط هستن با کارخونه‌های مختلف، گزارش به نظر من با اهمیتی رو منتشر کردن، چرا که از طرف هاشم یکزاره مدیر عامل ایران ناسیونال سابق یا ایران خودرو در ماه گذشته بعد از اینکه 2 روز اعتصاب قضا کارگرا کردن تو کارخونه، قول دادن که حقوق کارگرا رو افزایش بدن و یا اینکه پاداش بهشون بدن اگر نمیتونن خود پای حقوق بالا ببرن و باعث شدن که کارگرا دست از اون اعتصاب در ماه گذشته بردارن. اما بعد از گذشته 1 ماه کماکان کارگرا دیدن که هیچ تغییری در حقوق و پاداششون صورت نگرفت و به همین دلیل بعد از 1 ماه کارگرها دارن هماهنگ میکنن که دست به اعتصاب بزرگتر بزنن در کارخونه ایران خودرو. جالب اینه کارخونه ایران خودرو از عید فطر به بعد با تمامی ظرفیتش داره کار میکنه و مدیرانش برای خودشون پاداشهای 200 میلیون تومانی 300 میلیون تومانی دارن میذارن، ولی باز این که مثلا ما 200,000 تومان 100,000 تومان حقوق کارگری که با این شدت کار داره کار میکنه، 12 ساعته کارگر رو دارن کار میکنن، اونم اضافه کاری اجباری و کارگر جدید هم استخدام نمیکنن، حتی پاداشی هم که قول دادن به کارگرها ندادن.
هفته قبل برای اینکه بتونن جلوی اعتصاب کارگرا رو بگیرن، علیرضا محجوبم که مال خانه کارگر رو مثلا نماینده مجلس و به عنوان نماینده بیخاصیت کارگری برای تبلیغات زودرس مجلس به ایران خودرو و سایپا آمده بود، مورد اعتراض کارگرا قرار گرفت و همین که اومد سخنرانی کار کنه، کارگرا با هو جنجال ساکتش کردن و فریاد می‌زدن که این دستمزد چی بود که سال گذشته تصویب کردین، ماهی 600 هزار تومان برای ما. که محجوب گفت اینو نماینده کارگرا و دولت توافق کردن. کارگرا گفت خب نماینده کارگرا کیه؟ شما به این عنوان رفتید اونجا و این بلاها رو 34 ساله داری سر ما میارین. حقوقای ما کمه و با توجه به این کار سنگین و زیاد ما نمیپذیریم اینو. خلاصه محجوب و هاشم یکزاره به عنوان مدیر عامل کارخونه قول دادن در سال جاری حقوقا رو به نسبت تورم زیاد کنن، ولی کارگرها این رو هم نپذیرفتن و گفتن ما میخوایم نهاد صنفی مستقل، سندیکا یا شورای آزاد داشته باشیم و تا زمانی که به خواستهای خودمون مثل افزایش حقوق و نهاد صنفی، سندیکا و تشکل خودمون نرسیم دست از اعتراضمون بر نمیداریم. خلاصه هاشم یکزاره مدیر کارخونه گفته که دست نگه دارید، دست نگه دارید، من قول میدم تا هفته دیگه این حقوقا و پاداشهای شما رو زیاد بکنیم. محجوبم خواست سخنرانی کنه، کارگرها اجازه ندادن و با اعتراض و خروج از سالن اجتماعات مانع سخنرانی محجوب نماینده دولتی شدن که به عنوان نماینده کارگرها تو مجلس خودش رو جا کرده. این یکی از اخبار مبارزات کارگری است که تعداد دیگه خبرها من دارم، حالا نمیدونم چقدر ما وقت داریم و شما حالا حتما میرسیم به خبرهای دیگه. اون تو به وضعیت کارگران ایران ناسیونال پیش از انقلاب اسلامی از جمله تاسیسات صنعتی خودروسازی بود و این تاسیسات وضعیت کارگرانش نمونه بود. برای بسیاری از کارگرانی که صدای منو میشنون قطعا تصدیق میکنن و به نشانه های تصدیق کردن که وضعیت نمونهی داشتن پیش از انقلاب. سهیم بودن در سود ویژه کارخانه جات، مدیریت کارخانه درهای باز داشت، در بازی برای رسیدن ورود کارگران به اتاق مدیریت، برای شنیدن حرفهای کارگران. آقای محمود خیامی که همواره تندرست و سالم باشه در هر جا که هستن، انگلستان یا هر جای دیگه، به هر حال کارگران اون زمانها رو به یاد میارن، همچنان که در عرصه‌های دیگه نیست. کارگران به منافع یا حاصل دستنج خودشون گام به گام نزدیکتر شده بودن. مدیریتی که در ایران ناسیونال بود به گواه گزارش‌های تصویری و نوشتاری آقای اوساندو حتما دیدید که در واقع کارگران احساس اشتراک در مدیریت میکردن در تأسیسات ایران ناسیونال که نخستین تأسیسات خودروسازی در ایران بود و رو به گستردگی در خاورمیانه داشت که انقلاب شد و پیامدهاش که میاد. آقای اوسانلوی عزیز، اما به خبرهای دیگر رو میشنویم از شما. بله، من تمایل دارم یک گزارشم از سایت سندیکای کارگران شرکت واحد بدم. بفرد. چرا که بعد از مدت‌ها به اصطلاح محاکمه کردن و آمد و رفتن و بازی‌هایی که در آوردن، این آقای سعید مرتضوی که از خاندان نورچشمی‌های آهنین بود که روزگاری نچندان دور وسیله نانبری و زندانی کردن بسیاری از مردمان بیگناه بوده است و تیغش کارگران حق طلب سندیکایی شرکت واحد و زن و بچه های ایشان رو هم زخمی کرده بود و آثار این خونریزی هم که تا کنون ادامه داشته، بالاخره با رعایت رأفت بسیار مجرم شناخته شد و محکوم شد. و این خبر مهمی است، چرا که خود منم که به زندان رفتم و بسیاری از کارگران شرکت واحد که در سندیکا فعالیت کردند در دورانی بود که همین آقای مرتضوی دادستان انقلاب بود و بدترین حکم‌ها و بیرحمانه ترین رفتارها رو هم با کارگران و هم با خانواده های اونها داشت. به هر حال این حکمی که فعلا دادن که ایشون از حق قضاوت تا آخر عمر محروم هست، باعث شادی دل داغداران و ستم دیدگان و کتک خوردگان و نان بریدگان شد. چیزی که در متن بیانیه سندیکای شرکت واحد دوستان من نوشتن این هست که این عزیز کرده خودکامه که باعث اخراج و زندانی شدن کارگران حق طلب سندیکایی شده بود،
از حامیان اصلی حمله مهاجمان چماقدار ضد سندیکایی عوامل شورای فرمایشی پیشکسوتان شعبانخانی، منظورشون همین آقای حسن صادقی و پنجکی و امثال اونا که تو خانه کارگر و همدستای آقای محجوب هستن و حالا در کانون بازنشستگان هم نفوذ کردن و افشا میکنه. به همین دلیل این رأی میتونه نشون بده که اگر همون اول جلوی فسادهای امثال مرتضوی ها گرفته میشد، کار به جنایتهای مثل کهریزک و بقیه احکامی که ظالمانه ایشون و همدستاش صادر کردن کشیده نمیشد و اگر مردم از روز اول جلوی این تخم مرغ دزدها بریسن به ایستند، اینها شتر دزد نخواهند شد و 60 هزار میلیارد تومان اموال کارگران رو در سازمان تأمین اجتماعی غارت نخواهند کرد. به نظرم این هم مهم بود، اشاره به این حکمی که این بشر، چی اسمشو بذاریم، ضد بشر به اصطلاح گرفته و فعلا امیدواریم پرونده رسیدگی به اون دزدی ها و حیف و میل اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی هم به جایی برسد که بشه این افشاگری ها و این تعرضات رو از سوی کارگرا با امید بیشتر در حق طلبی هاشون وقتی نتیجه شو ببینن که حتی خود این حکومتی که خودش مرتضوی ها رو بزرگ میکنه مجبور میشه بر علیهشون حکم صادر کنه، امید بیشتری به مبارزان بده در داخل کشور ما. خب این در اثر شکایت کارگران بوده، در اثر پیگیری های چه نهادهایی بوده، یا در اثر جنگ داخلی است که مرتضوی رو هم به دادگاه خوندن یا محکوم کردن یا هر چی، کسی که با آدم کشت، زهرا کاظمی و بقیه در کهریسک و جای دیگه. هم خانواده ها شکایت کرده بودن، پیگیر شدن، هم کارگرها وکلای گرفتن مثل آقای خلیل بهرامیان و تعقیب کردن ایشون رو در چند نهاد صنفی مستقل کارگری، و هم این که در رابطه با پرونده های مربوط به قتل ها هم کماکان بعضی از خانواده هایی که در کهریزک فرزندانشون از دست داده بودن این شکایت ها رو کرده بودن و به نظر من حتی اون صلاح دید های حکومتی همونطوری که شما اشاره کردید در جنگ قدرت و حفظ حکومت هم در این نوع تصمیم گیری ها مؤثر است، چرا که میدونیم در جمهوری اسلامی هیچ رأیی و هیچ تصمیم بزرگی حتی کوچیکی بدون موافقت و هماهنگی بالاترین سطح قله هرم در قدرت گرفته نخواهد شد. آقای اوسانلو، شما به عنوان یک فعال کارگری سندیکایی که سالها در زندان بودید، شکنجه شدید، برادر نازنین شما رو در زندان کشتن، شاهد قتل همکارانتون بودید، زندانیان دیگر بودید، صدور قطعنامه تازه سازمان ملل متحد رو در مورد گستردگی نقض حقوق بشر در ایران چطور میبینید شما؟ من این بازتابی که این به اصطلاح حکم و این به اصطلاح گزارشی که از نقض حقوق بشر در ایران داده شد، اولا که این دستاورد یک تلاش جمعی چند هزار نفر است، چه از کوشندگان مدافع حقوق بشر، حقوق کارگران، حقوق زنان، دانشجویان، جوانان در داخل ایران، چه کوشندگانی که در سطح بین المللی نسبت به این نقض حقوق بشر در ایران، هم ایرانیان و هم غیر ایرانیانی که به حقوق بشر اعتقاد دارن و رعایت اون، تلاش کردن تا این گزارش ها اونجا بره و دست احمد شهید و مشاوراش پر باشه با سند و مدرک که چقدر این نقض حقوق بشر شدیداً بر علیه مردم ایران ادامه داره و به خصوص در این یک سال گذشته بیشتر هم شده است. دومانی که تاثیرش این است که برخلاف اون چیزی که حکومت مدعی است که برای ما اینها اهمیت نداره، همونطوری که میگفتش تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، ولی حالا با تمام وجودش داره سعی میکنه از زیرش فرار کنه، همین به اصطلاح نامه ها و گزارش ها و قطعنامه های محکوم کردن حکومت در نقض حقوق بشر اینقدر مهم هست که حالا دوباره پرونده امید کوکبی رو از به اصطلاح دیوان عالی کشور دارن برمیگردونن که دوباره رسیدگی بشه، چون با هزاران امضا و امضای 30 نفر از برندگان، دانشمندان برنده جایزه نوبل
این درخواست این بار رفت که ما در نیویورک هم همراهی کردیم برای دادن این امضاها و درخواست آزادی زندانیان سیاسی و امید کوکبی. مجموعه گزارشی که از سوی آقای احمد شهید و از سوی نهادهای حقوق بشری داده میشه، دست جمهوری اسلامی رو میبنده در سرکوب‌های شدیدتر و کشتارهایی که مثل دهه 60 کرد و هزاران نفر رو بی سر و صدا در زندان‌ها کشت و تازه مورد حمایت بخشی از جریانات هم در سطح جهانی واقع شد. اهمیت این گزارش ها اولا افشای این حکومت و ثانیا دادن یک پشتوانه بین المللی به مبارزان داخل کشور در همه سطوح مبارزه هست. خب من اشاره کنم امید کوکبی که به 10 سال زندان محکوم شده در واقع در آمریکا داشت دوره فوق دکترای خودشو در فیزیک اتمی، فیزیک هسته‌ای میخوند، به ایران رفت. طبق گزارش‌های منتشر شده درخواست جمهوری اسلامی رو برای همکاری در تولید سلاح هسته‌ای نپذیرفت و به همین دلیل به زندان انداخته شد و به 10 سال محکوم شد. بسیاری از کسانی که کشته شدند، دانشمندای اتمی مثل اردشیر حسین پور، انگشت اتهام متوجه جمهوری اسلامی هست، اما خود جمهوری اسلامی آمده برای سرپوش گذاشتن بر قتل دانشمندان هستی فیزیکدانای برجسته ایران، اسرائیل و آمریکا رو متهم کرده. برحال آقای اوسانلوی عزیز، شما پیامد همین قطعنامه، این قطعنامه در افکار عمومی جهان به نفع مردم ایران چقدر مهم میدونید؟ اگه کوتاه بفرمایید وقتمون کم، بفرمایید. به نظر من خیلی اهمیت داره، چون کسانی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن میتونن با تکیه بر یک چنین اسناد بین المللی مردم کشورهایی رو که در اون کشورها ما ایرانیان زندگی میکنیم همراه خودمون کنیم با داشتن چنین سندهای معتبر بین المللی که بگیم ما موقعی در جهت دفاع از حقوق بشر در ایران داریم حرکت میکنیم. این حرفی نیست که ما بزنیم شخصی باشه، چون مثلا من صدمه دیدم این رو میگم، نهادهای بین المللی اینو تایید میکنن و بتونیم حمایتهای بیشتر مردمان اون کشورهایی هم که همه ما اونجا زندگی میکنیم در کنار مبارزات خودمون جلب بکنیم و بتونیم کمپینهای بزرگی رو راه بندازیم که توی اون کمپینهای بزرگ حتی اگه دولت‌ها به خاطر ساخت و سازها و پول و سودی که دارن با حکومت به اصطلاح بعضی از جاها میخوان مماشات بکنن، ما نیروی مردمی و کشورها برای پیش بردن اهداف حقوق بشری و انسانی خودمون بر علیه این ناقضان حقوق بشر استفاده بکنیم. سپاسگزار هستم آقای منصور اوسانلوی عزیز، با امید به اینکه روزی مردم ایران در ایرانی برخوردار از حقوق انسانی خودشون بتونن زندگی کنن، کارگران عزیز گرانقدر ایران بهرمند باشند از دسترنج خودشون، دسترنج واقعی خودشون، کارگران که در همه جهان عمده ترین نقش رو در سازندگی و محور جامعه کشورها هستند، آبادانی کشورها، سازندگی کشورها. در ایران نیز چنین هست، اما بی بهره از دسترنج خود. امیدواریم روزی زندگی شایسته خود رو داشته باشند، برخوردار از تمامی حقوق اجتماعی، سیاسی، سندیکایی، حرفه‌ای و حقوقی که تأمین کننده سفره همواره آبرومند و گسترده کارگران شریف ایران باشه. با سپاسی دوباره از شما آقای اوسانلوی عزیز، با امید دیدار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران آسماری، کرکسکو در اصفهان و کوهساران زگرس، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.